سلام و درود بینندگان گرامی از دا تیوی، امروز چهارشنبه 17 آگوست است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم. اینک توجه کنید: 48,000 سومانی جریمه برای مهمانی 6 نفر. طالبان، مولوی مهدی مجاهد کشته شد. 3 مدال دیگر تاجیکستان در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی. دادگاه ناحیه جبار رسولپی ولایت سغد یک شهروند این ناحیه را برای دعوت 6 نفر به جشن تولدش 48,000 سومانی جریمه بست. طور دفتر مطبوعات دادستان کل تاجیکستان خبر داد، صاحب کار بهرانوف شعباز ساکن ناحیه جبار رسولوف برای ویران کردن طلبات ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده، نسبت او با ماده 481 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده ماموری باز کردند. دادگاه ناحیه جبار رسولوف بهرانوف را برای دعوت دوستانش به جشن زادروزش به طلبخانه 48,000 سومانی جریمه بستند. چون این جریمه زیاد، بستن یک شهروند برای مهمانداری 6 نفر به گفته آگاهان امور در هیچ کشور دنیا وجود ندارد. در این خصوص نظر یکی از صاحبکاران تاجیک را پرسیدیم که با شرط ذکر نشدن نامش گفت: از مهمانداری و عیش و عشرت خود منصبداران اگر مثال آورده شود، حالتهای زیاده وجود دارد که از خود پرزیدنت شروع کرده تا پسترین منصبدار را باید میلیون ها سومانی جریمه بست. ولی در تاجیکستان قانون تنها بالای کسانی تطبیق می شود که یا پول ندارد یا واسطه و یا مقامداران از او قصاص گرفتن می خواهند. در چنین حالتها حتی خود مقامات موافق قانون عمل نمی کنند، برعکس آن را تعویل و تفسیر کرده گناهی نبوده را بر سرت بار می کنند. طالبان دعوا کرده که مولوی مهدی مجاهد در یکی از منطقه‌های هممرز با ایران از سوی نیروهای آنها کشته شد. بنا به اطلاع الجزیره، امروز 17 آگوست سال 2022 وزارت دفاع طالبان در افغانستان ادعا کرده که مولوی مهدی مجاهد 33 ساله، سابق فرمانده امارات اسلامی که از طالبان جدا شده بود، هنگام فرار به ایران در مرز کشته شده است. به قول وزارت دفاع طالبان، نیروهای مرزبانی در هرات مولوی مجاهد را هنگام کوشش فرار به ایران پس از شورش در ولایت سریپول شمال افغانستان کشتند. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستان نادیده گرفتن تقسیمات قدرت بین قوم‌ها از آن جمله هزاره‌ها را در امارت اسلامی از عامل‌های اساسی جدا شدن مولوی مهدی مجاهد گفته بودند. اما الجزیره میگوید نافهمی‌ها بین مجاهد و طالبان بر سر اکتشاف در کانهای انگشت صورت گرفته بود. در همین حال منابع بخش فارسی خبرگزاری ایندپندنت خبر دادند که مولوی مهدی روز دوشنبه 15 آگوست از راه زمینی وارد ایران شد، اما روز سه‌شنبه نیروهای ایرانی او را بازداشت کرده به طالبان تحویل دادند. با گفته منبع، حالا او در دست نیروهای طالبان قرار دارد و طالبان پس از آرام کردن نیروهایش به احتمال زیاد او را اعدام خواهند کرد. گفته می شود مولوی مهدی مجاهد از قوم هزاره بود که اکثر منصوبین این قوم شیعه مذهب هستند. پس از دوباره سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، نخستین هزاره بود بالاترین مقام را در حکومت طالبان همچون رئیس استخبارات ناحیه بامیان افغانستان کسب کرد و سپس از منصب برکنار شد و در ماه ایون سال جاری اختلافات آنها به درگیری های مسلحانه انجامید و جنگ آنها چند روز دوام کرد. ورزشگران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد با 3 مدال دیگر از جمله 1 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. بنا به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، 16 آگوست سال جاری در مسابقه جودا پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلوگرم سزاوار مدال نقره شد. کامرانشاه که در دوره اول آزاد بود، در دورهای بعدی نماینده ایران سید محمد رضا سید امینی، ورزشگر ترک عامر ایدین و نماینده لبنان کرمناب سگایپوف را شکست داد. اما در دور نهایی از نماینده کشور میزبان این بازی ها میخیل زگانک مغلوب شد. اینچنین دو ورزشگر دیگری تاجیک در مسابقه جودا، شادمان ریزوف در وزن 81 کیلوگرم و ابوبکر اکابیر در وزن 100 کیلوگرم مدال های برنجی به دست آوردند.
پیشتر از این در ورزشی سبک ایلدار احمدیف در پارا تنیسی روی میز یکاترینا ایشنکا مدال نقره و در کشتی یونانی ریمی اسلام جان عزیزف در وزن 55 کیلوگرم و فیروز میرزا رجبوف در وزن 63 کیلوگرم مدال برنجی به دست آورده بودند. با این ترتیب منتخب تاجیکستان پس از نتیجه گیری 8 روزی بازی های پنجمی همبستگی اسلامی با به دست آوردن 7 مدال مقامش را در رده بندی عمومی تغییر نداده در مقام 27 قرار دارد. سه مقام اول را ترکیه با 265 مدال، مقام دوم را ازبکستان با 121 مدال و مقام سوم را ایران با 116 مدال اشغال کردند. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از روی 20 نوی ورزش تا 18 آگوست ادامه خواهد کرد. در آن زیاده از 4000 ورزشگر از 56 کشور دنیا اشتراک دارند. در این مسابقه ورزشگران تاجیک از روی 8 نوی ورزش اشتراک میکنند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر رو میتوانید از سامانه ما از زنوخته تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.